فاطمه وکیلی دانش آموزی که با تمام ها نزدیک به دو سال روزانه یک ساعت برای فرا گرفتن زبان انگلیسی پیاده روی می کرد. حالا که بر این زبان تسلط دارد به خاطر ایجاد محدودیت از سوی طالبان نمیتواند به اهداف برسد که این زبان را برای آن آموخته است و میگوید که تنها انگیزش در آموختن زبان این بود که بتواند به عنوان یک معلم زبان انگلیسی تدریس کند. ما تقریبا حدود دو نیم سال برای زبان انگلیسی خود کار کردم تنها انگیزه ما برای اینکه یک زبان انگلیسی یاد بگیرم این بود که من بتونم اسکالرشپ بگیرم یا مثلا داخل افغانستان به عنوان یک معلم و مدرس زبان انگلیسی کار کنم ولی حدود فکر کنم یک سال و یک و نیم سال که طالب آمدن ما مجبور بودم که در خانه بشینم به که کسی که زبان انگلیسی و تسلط بر روی زبان انگلیسی داره و یا هر زبان دیگری خصوصا اگر یک دختر افغان باشه برش خیلی سخت تمام میشه که بتونه یک کورس راه پیدا کنه حتی اگر پیدا کنه من مطمئن است بعد از یک ماه یا دو ماهی که در اونجا کار کنه شاید از طرف کارکنانش حتی مثلا مورد از اذیت قرار بگیره که تو مثلا یک زن هستی بر ما خطر ایجاد میکنی و مخاطر دیگه نبیه او که در وضعیت بد روحی قرار دارد میگوید خیلی در داور است که با این همه مشکل و سختی یک زبان را بیاموزی و در پایان هم نتیجه از آن نگیرید. و همچنان فارغ سنف دوازده همه سو قرار بود در آزمون کنکور شرکت کند و وارد دانشگاه شود. اما با حاکم شدن گروه طالبان این آرزویش را نیز از دست داده است. خب احساس خیلی بدی دارم مثلا من هم میتونم امیال به قالب کلمات رو بیان کنم وقتی تو حدود سه سال عمرت پای یک زبان میگذاری وقتی تمام تلاش رو میکنه بیخوابی ها میکشی و ای که مثلا جدا از در زمان خیلی مثلا پیسه زیاد را به کورس تحویل میتی که تو در آخر یک نتیجه بگیری ولی چیزی که بر تو داده میشه یست که تو در آخر از تمام زحمات کشیدی هیچ نتیجه نگیری این در حال است که روی کار آمدن طالبان بیشتر کادرها از وطن فرار کردن و آنانی که همانند فاطمه در وطن ماندند خانه نشین شده و در بیسر قرار دارد.